امیدواری های شورای صلح افغانستان برای گفتگوهای رو در رو با طالبان پس از نشست مسکو بیشتر شدند. در نتیجه گیری هم دولت روسیه تاکید کرد روی ای که باید تمام موارد قابل بحث در نشست باید از طریق تفاهم بین خود افغان ها باید حل و فصل شود. در نشست مسکو هیئت طالبان نخست بر گفتگوهای مستقیم با ایالات متحده آمریکا تاکید کرده و گفتگوها با حکومت افغانستان را گزینه دوم قرار داده است. اما وزیر خارجه روسیه رای حل پایان جنگ در این کشور را ادامه گفتگوهای سیاسی می داند. کمک به افغانها برای توقف این پلانها و نابودی تهدید دهشت افغانی وظیفه تمامی کشورها و سازمانهای چندین جانب در منطقه است. کسی نباید از لحاظ بازی‌های ژئوپلیتیک فکر کند که اگر این طور شود افغانستان یک بار دیگر به میدان رقابت بین جناح‌های مختلف محدود می‌شود و پیامد جدی را برای افغان‌ها و همسایگان آن در پی خواهد داشت. این نخستین بار است که طالبان در یک گفتگوی رسمی خواستهایشان را مطرح می‌کنند. د تور لیست طالبان یستسی د بندان و آزادی دلی او د قطر دفتر پر رسمیت پیژندلوی او د طالبانو پاره باندې ناسم تبلیغات منسی دا هغه سلور موارد چې طالبانو ویل چې کدا وسی د سول لپاره د امریکا او پراتلونکی کې د افغان حکومت د افغان سیاستوالو سره یو ښه پرمختګ کېدای شي. باورها در حکومت افغانستان این هستند که رای حل پایان جنگ در این کشور ادامه همین گونه گفتگو هاست. صلح یک نیاز جدی مردم افغانستان است. ما تلاش میکنیم که از راه سیاسی به نتیجه برسیم، از راه مذاکره و گفتگو به نتیجه برسیم. هر گونه تلاش صادقانه که در سطح منطقه و جهان مبنی بر موفقیت پروسه صلح افغانستان صورت میگیره ما را به دیده قدر مینگریم. همزمان با نشست مسکو، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا درباره صلح افغانستان سفر دومیش را برای ادامه گفتگوهای صلح با طالبان آغاز کرده و قرار است در این سفر 12 روزه از پاکستان، امارات متحده عربی و قطر نیز دیدار کند. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کابل.